فناوری پیشرفته. بطری‌های پلاستیکی دور ریخته شده تبدیل به مشکلی مهم برای محیط زیست شده است. هر سال در سراسر دنیا 20 میلیون تن پلاستیک تبدیل به بطری‌های نوشیدنی می‌شود. دانشمندان به دنبال ماده جایگزین هستند تا از آن به جای مشتقات نفتی در تولید پلاستیک بهره ببرند. ماده‌ای که آزار کمتری برای محیط زیست داشته باشد. در مرکز تحقیقات زیستشناسی مادرید در اسپانیا دانشمندان متقاعد شدند باکتری‌ها نقش مهمی در نسل آینده مواد پلاستیکی خواهند داشت. نقش آنها تولید پلیمر از زباله‌های طبیعی خواهد بود که در این صورت دیگر به نفت نیازی نیست. ماریا پریتو و همکارانش نوعی باکتری را کشت می‌دهند که کلید اصلی این فرایند به حساب می‌آید. این تحقیق بخشی از برنامه اروپایی سینپول است که نام خود را از ترکیب گازی ویژه‌ای گرفته که قرار است به تولید بیوپلاستیک‌ها کمک کند. این باکتری ها بیوپلاستیک را به شکل دانه در درون خود جمع می کنند که ما می توانیم دیرتر با شیوه های شیمیایی متفاوت برداشتشان کنیم. به این طریق به گونه های متفاوتی از مواد اولیه دست پیدا می کنیم. برای مثال اینجا این ماده یا بیوپلاستیک را داریم که از همین فرایند حاصل شده است. اما دانشمندان خود را به تحقیق آزمایشگاهی محدود نکردند. آنها در پی آن هستند که ببینند چگونه می شود این فرایند تولید در مقیاسی بزرگتر و کارخانه‌ای انجام گیرد. آزمایشاتی در این زمینه در جریان است. مولکول‌های بیوپلاستیک تنها از دور ریختنی‌ها به دست نمی‌آیند. اروپا برنامه تحقیقاتی با نام اسپلش دارد که در مرکز تحقیقات غذایی و زیست محور واخنینگن هلند زیر نظر لولک سیتما و همکارانش انجام می‌شود. آنها می‌خواهند بدانند آیا می‌شود از جلبک‌ها به عنوان منبعی برای تولید بیوپلاستیک استفاده کرد یا نه. دانشمندان دریافتند که گونه‌هایی از جلبک به میزان فراوانی شکر و هیدروکربن تولید می‌کند که می‌شود به بیوپلاستیک تبدیلشان کرد. دلیلی که در برنامه اسپلش به جلبک‌ها توجه کردیم این بود که این موجودات به خودی خود شدیداً مولد هستند. آنها از نور خورشید و دیوکسید کربن و برخی مواد دیگر به خوبی استفاده می‌کنند. و از سوی دیگر می‌شود آنها را در جاهایی رشد داد که رویش چیز دیگری به عنوان مثال گندم ممکن نیست. در نتیجه آنها رقابتی با صنعت غذایی ندارند و به همین خاطر استفاده ازشان در تولید بیوپلیمرها بسیار اهمیت دارد. فرمولی که شرکت هلندی آوانتیوم روی آن کار کرده، شکر جلبک را به مولکول پلیمر تبدیل می‌کند که همان ماده خام در ساختن بطری‌های نوشیدنی است و به گفته تولیدکننده‌اش زیان‌های زیست محیطی بسیار کمتری از بطری پلاستیکی رایج دارد. ماده ای مثل این 70% دیوکسید کربن کمتری تولید می‌کند. همچنین انرژی تجدید ناپذیر کمتری هم مصرف می کند و نتیجتاً بسیار پایدارتر از پلاستیک رایج است. ویژگی های بسیار بهتری هم دارد. در کنار محک استحکام این ماده تازه، محققان متوجه وجود مزایایی در مقایسه آن با پلاستیک معمولی شدند. برای نمونه، از آنجا که این ماده بسیار محکم است، می توان بطری های نازکتر با استفاده کمتری از ماده را درست کرد. مزایای بالقوه بیوپلاستیک می تواند بسیار گسترده باشد. شرکت هلندی باور دارد این پلاستیک تازه می تواند سهم مهمی از بازار را به خود اختصاص داده و به تولید سالانه 5 تا 10 میلیون تن دست یابد. نتیجه این که دانشمندان اکنون توانستند بطری های پلاستیکی با بیوپلاستیک بسازند. اما آنها دنبال این هستند که بیوپلاستیکی بسازند که جذب طبیعت هم بشود.